جمهوری اسلامی باید مشیش این باشد که هدایت کند مردم را، همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. با گذشت یک سال کسی نمیدونست که دقیقاً چه بر سر نیکا شاکرمی در لحظات آخر زندگیش اومده بود، تا اینکه متجاوزان به تعرض و شکنجه نیکا اعتراف کردند. نیکا شاکرمی دختر 16 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در حوالی بلوار کشاورز روسری خودشو آتش زد. تصویری که در لحظه و به سرعت نور جهانی شد. حوالی ساعت 7 شب نیکا در آخرین تماس قبل از ناپدید شدنش مضطربانه به دوستش میگه نیروهای امنیتی دنبالم هستن و من دارم فرار میکنم. تلاش خانواده نیکا شاکرمی برای پیدا کردنش در زندانها، بازداشتگاهها، کلانتریها و حتی پزشکی قانونی کهریزک بی نتیجه بود. در نهایت بعد از 9 روز به مادر نیکا خبر دادن که نیکا خودکشی کرده. خاله نیکا ضمن انتشار خبر کشته شدن خواهرزادش اطلاع میده که علت مرگ نیکا رو سقوط از بلندی اعلام کردن، اما برادرم مطابق تصاویری که به اونها نشون داده شده گفته شکل قرار گرفتن پیکر روی پیاده رو عادی نبود و به نظر نمی اومد که از بلندی پرت شده باشه. پیکر نیکا با دماغ له شده و جمجمه شکسته و متلاشی شده از ضربات به خانواده تحویل داده میشه. اما صبح شنبه 9 مهر 1401 وقتی خانواده نیکا برای خاکسپاری به آرامستان خرم‌آباد مراجعه میکنن، ناگهان نیروهای یگان ویژه به اونا حمله ور میشن و بعد از ربودن پیکر نیکا برخلاف تمایل مادر و خانواده‌اش اون رو در روستای ویسیان دفن میکنن. مراسم خاکسپاری این نوجوان 16 ساله با حضور جمعیت زیادی تبدیل به میدان اعتراض با شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور شد و ماموران امنیتی به بدرقه کنندگان نیکا شلیک کردند. ماموران سرکوبگر خانواده نیکا رو تهدید کردند که در تظاهرات و اعتراضات شرکت نکنند. سپاه برای سرپوش گذاشتن شکنجه، تجاوز و قتل نیکا شاکرمی به تولید ویدیوهای جعلی متوسل شد. نیروهای امنیتی دایی و خاله نیکا یعنی محسن و آتش شاکرمی رو دستگیر و اونا رو مجبور به اعترافات دروغین در تلویزیون کردند. با اینکه هر دوی اونها در ابتدا اعلام کرده بودند که نیکا 10 روز بود ربوده شده و شرایط مرگش مشکوک بوده. حالا با گذشت 1 سال از کشته شدن نیکا، شبکه بی بی سی فارسی گزارش مستندی از ماجرای قتل نیکا منتشر کرده و تیم 12 مسلم ابن عقیل سپاه رو آمران و مجریان این قتل معرفی کرده. در سندی که به دست بی بی سی رسیده به تعرض جنسی به نیکا و درگیری در قسمت عقب خودروی سپاه اشاره مستقیم شده. شماره سریال سند توسط کارشناسان در تماس با منابع خود در سپاه راستی آزمایی شده. بلافاصله نام 5 نفر از نیروهای حزب الله تیپ 12 مسلم ابن عقیل و 1 نفر از تیم 21 علی ابن ابی طالب یگان امنیتی امام رضا از گردان امنیتی امام حسن مجتبی در شبکه‌های اجتماعی لیست شد. سعید جعفری، فردی که نیکا رو پیدا کرد. مرتضی جلیل، سرگروه تیم قتل. رضا اکبری، راننده خودرو. آرش کلهور، تجاوزگر و قاتل نیکا. صادق منجزی، تجاوزگر و قاتل نیکا. بهروز صادقی، تعقیب کننده، تجاوزگر و قاتل نیکا. این افشاگری به قدری تکان دهنده بود که نیروی سایبری سپاه در شبکه‌های اجتماعی و همینطور صدا و سیما به تک و پو افتاد تا عجولانه در مقابل این اسناد و مدارک محکم شایعه پراکنی کنه و خانواده نیکا رو تخریب کنه، مقصر جلوه بده و زیر سوال ببره. اما مادر نیکا سکوت نکرد. نسرین با انتشار دست‌نوشته‌های نیکا و اینکه چه ایده‌های شجاعانه‌ای برای ساختن آینده داشت، تهمت‌های مبنی بر خودکشی او را پاسخ داد. و جنازه‌ش هم همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که در همین تاریخ و بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیره. من خودم رویت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود
و در نهایت شهادت خود افرادی که در قتل نیکا دست داشتن دست جمهوری اسلامی و دروغهاشو نه برای منتقدانش بلکه برای معتقدانش هم رو کرد. جمهوری اسلامی از همون آغاز وجودش با تمام نیرو از همه امکانات کشور اما سیستم آموزش و پرورش، قوه قضایی و قوه مجریه استفاده کرد تا افکار قرون وسطایی بنیادگرایانه خودشو در مغز کودکان و نوجوانان ایرانی فرو کنه. شستشوی مغزی سیستماتیکی که بعد از چند دهه شکست حکومت رو مقابل نسلی قرار داده که برای زهر چشم گرفتن ازش به قتل و تجاوزش رو آورده. نسلی که روز به روز آگاه و قوی تر با جهل و خشونت مبارزه میکنه و خونهای نیکا، مهسا، ندا، حدیث و همگی دختران و پسران شجاع دیگرش رو که برای اندکی آزادی ریخته شدن تا ابد در حافظش پاس میداره. شما عزیزان میتونید موضوعهای پیشنهادیتون رو در قالب مقاله، عکس، صدا یا ویدیو برای ادمین‌های آموزشکده توانا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا به ایمیل ما یعنی tu@tavana.org ارسال کنید. اگه هم دوست داشتین زوم با هر اسمی که شما بگید، چه مستعار چه حقیقی، ازتون به عنوان منبع نام میبره. بذارین به گوش برسه.